روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات اروپایی از خونسا شدن چند تا عملیات تروریستی تو ماهای گذشته خبر داده که توسط رژیم ایران و شبه نظامیان وابسته به اون طراحی شده بودن. سوال اینه که هدف این طرح‌ها چه کسانی هستند و مهمتر از اون مواضع کشورهای غربی در قبال این عملیات چی هست؟ برای بررسی این موضوع همراه میشیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام میکنم به شما آقای درویش و خوش آمدین به برنامه امشب ما. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. بله آقای درویش، ارزیابیتون چی از این گزارش وال استریت جورنال؟ من گزارش اخیر وال استریت جورنال که روز سه‌شنبه منتشر شد، باید عرض کنم که در نوع خودش کم سابقه و خیلی با اهمیت داشته، چون که معمولا اقداماتی که در رابطه با زمینهای تروریستی یا ضد به اصطلاح امنیتی و غیره صورت میگیره، اینها رو به این ترتیب روزنامه ها فاش نمی کنن یا مقامات دولتی نمیگن. ولی اینکه این وال استریت جورنال در آمریکا یک روزنامه بسیار معتبری هستش، خب همه میدونن، و این اطلاعاتی داره در رابطه با اینکه اخیراً اقدامات تروریستی در اروپا به اصطلاح در حال افزایش هستش و اشاره کرده به منشأ این اقدامات، که میگه که در سال 2015 منشأ اقدامات تروریستی در اروپا بیشتر از طرف داعش و غیره بودش، ولی الان منشأ از به رژیم ایران وصل میشه میرسه و به مسائلی که در رابطه جریانات غزه هستش. و این خیلی حائز اهمیت است، یعنی تمام قضیه رو اینجوری به چکیده غزه اینطوری هستش و توضیح میده که اخیراً پلیس ایتالیا سه نفر فلسطینی رو دستگیر کرده بود که اونها در حال تدارک عملیات تروریستی بودن، یا افغان یک سری به اصطلاح در بوسنیا و همینطور در اتریش یک سری پناهجویانی که از افغانستان یا در به اصطلاح کشورهای همجوار ایران، سوریه یا ایران منطقه هستن، اونها رو دستگیر کرده بود و اینها اطلاعاتی در آورده بودن که اینها در حال تدارکات عملیاتی هستن و مسائلی از این قبیل. و اشاره کرده بود به اینکه یک موضوع رژیم اخیراً در آلمان که قصد حمله به کنیسه یهودیان رو داشته، اون رو هم دستگیر میکنن. و همینطور یکی از یک تبعه تاجیک که اینها همه یک سریالی هستن، اینها نوک غذایی هستن که نشون میده که رژیم یک سری عملیات تروریستی یا لحقه سطح عملیات تروریستی در حال توسط رژیم یا با منشأ رژیم در حال افزایشه و رژیم در این زمینه در حال یارگیری در میان به اصطلاح افراد به اصطلاح پناهجویان و غیره هستش. این علاوه بر سیستم ترور و تروریستی هستش که خودش در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه داره. من عرض کنم که اصلا در خود آمریکای جنوبی هم در لیما پایتخت پرو یک مزدور اطلاعاتی رژیم رو گرفتن که در حال تدارک عملیات تروریستی بودش. و تمام اینها نشون میده که سطح به اصطلاح خطر بالاتر داره میره و برای همین هم یه مقدار اینها حالت هم بازدارنده داره که اینو وقتی در مطبوعات افشا میکنن و همین که به اصطلاح یک حالت آگاهی دهنده برای به اصطلاح عموم و که اقداماتی در حال انجام هستش. تمام اینها نشون میده که رژیم دست به عملیات بیشتری خواهد زد و اروپا، آمریکا باید منتظر چنین اقداماتی باشن، علارغم تمهیداتی که به هر صورت هم به کار گرفتن یا به کار خواهند گرفت. بله آقای درویش، الان شما اشاره کردین که رژیم دست به اقدامات بیشتری از این نوع، یعنی دست به عملیات تروریستی بیشتری میزنه، ولی خب مثلا ما الان داریم میبینیم بحرانهایی که رژیم با اونها دست به گریبان هست و در اونها غرقه، چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی. سوالم اینه که چرا خب الان با توجه به این شرایط این کار را انجام میده، هدفش چیه و اساسا هدف این اقدامات چه کسانی هستند؟ دیپلماسی خارجی کشوری رژیم تروریسم و جنگ افروزی هستش. این رژیم هم در به اصطلاح خامنه ای و رژیمش در جریانات غزه سرشون به سنگ خورد، اون چیزی که میخواستن به کار به جا به اصطلاح عملی نشد یا اونطور که میخواستن غزه اونطور پیش نرفت و خب مسئله فضاحت انتخاباتی هم بودش که و در جنوب لبنان هم الان مواجه با خطراتی هستن که بسیار دست به عصا دارن راه میرن. اما اینکه چرا رژیم
این کارا رو میکنه. خب این مسلم از سر استیصالش هستش، هیچ راه دیگه ای نداره و جز تروریست جنگ افروزی چیز دیگری نمیدونه. و در سطح قضایی اون چی که نشون میده اعلام میکنن که میخوان به اصطلاح به معابد یهودیان حمله بکنن. و خب این رو در همین گزارش وال استریت ژورنال هم بود که وزیر خارجه سوئد با عبداللهیان که صحبت کرده گفته بودش که به اگر اتفاقی برای یهودیان در سوئد بیفته در روابط اونها تاثیر خواهد گذاشت. و الان رژیم بحران‌های مختلفی داره. دشخیم حمید نوری در سوئد الان حبس ابد فرجام پاهی شرط شد و حبس ابدش تایید شده. در خب قبلا هم این قضایا رو در جریانات اسدی استفاده کرده بود از گروگانگیری و غیره و قصدش از این جور عملیات، از این جور به اصطلاح تهدیدات تروریستی یکی به بردن از میدون به در بردن دشخیمش هست در سوئد. و در این حال اگرچه با سطح باسا در اولین پله ها با یهودیان و اصطلاح که معابد یهودیان و غیره شروع میشه، ولی در واقع باید گفت که رژیم هدف اصلیش مقاومت و یاران مقاومت هست. ما این رو در جریان سوءقصد تروریستی با آقای ویدال کوادراس دیدیم. در سال گذشته تعداد عملیات تروریستی علیه دفاتر سازمان در آلمان، در انگلستان، در فرانسه انجام شده و مسلمه که رژیم در این قضایا خیز بلندتری برداشته و میخواد که با تهدید، شانتاژ، تروریسم و گروگانگیری نهایتاً اون چه که به اصطلاح ضد اون رژیم هست، یعنی به اصطلاح آنتیتز این رژیم یعنی مقاومت رو هدف داره. و برای همین هم هستش که به اصطلاح این دادگاه های نمایشی رو راه انداخته در ایران که مثلا این رو یک پوش قانونی براش درست بکنه برای که اینها تروریست بودن. خب اینا اگر هم ما انجام دادیم در اونجا، اینها هم به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم و غیره هستش و هم به اصطلاح هم داره به لحاظ کارهای نمایشی و اینترپول و غیره داره این کارها رو میکنه، هم از اینکه به اصطلاح به کارگیری عوامل تروریستیش در خارج کشور. و نهایتا هم در این قضیه باید عرض کنم که هدف مقاومت ایران هستش. آقای درویش، قبل از اینکه من سوال بعدی بپرسم اجازه بدین سوالی را که هموطنی برای اون ارسال کرده براتون بخونم، اگه ممکنه جواب کوتاهی بدین. گفتم باید داشته باشیم که آقای آل خوبی در کوادروس رو هم در همین اروپا بوده که این اقدام تروریستی شده. آیا اطلاعات جدیدی هست که کسانی که این ترور رو انجام دادن به رژیم ایران ارتباط دارند یا خیر؟ مسلما این قضیه هنوز کل گزارش رو به اصطلاح افشا نشده و ولی تا اونجا که مشخص شده طرح بسیار گسترده‌ای بوده. خانه آقای کوادراس رو مدت‌ها تحت نظر داشتن، یک طرح پیچیده‌ای هستش. یکی از متهمین رو در آمریکای جنوبی دستگیر کردن و غیره. و خود آقای کوادراس هم که واقعا درود بر ایشان، گفتش که در همون لحظه‌ای که تیر خورده بودن و در حال انتقال به بیمارستان بودن روی صفحه کامپیوتر گفته بودن که این طرح رژیم ایران هستش و تنها دشمنی که ایشون دارن رژیم ایران هستش، اونم به خاطر حمایتشون در سالهای گذشته و مستمر بر از مقاومت ایران هستش. درود بر ایشون، درود بر عزمشون و درود بر شرافت انسانی، اخلاقی و انقلابی ایشون. بله دقیقاً. آقای درویش، سوال آخرم اینه که درباره که موازنه کشورهای غربی، چون یه جای شما توی قسمت اول پاسختون اشاره کردین که غرب، مشخصاً هم کشورهای اروپایی و آمریکا، باید منتظر اقدامات بیشتری از طرف رژیم باشین. حالا سوالم اینه که آیا فکر میکنید که این گونه افشاگری ها و این قبیل گزارش ها آیا میتونه باعث بشه که غرب موضع قاطع تری در قبال رژیم ایران بگیره یا خیر؟ بله، در یک جواب خیلی کوتاه اولی اینه که امیدوارم ولی خیلی خوشبین نیستم. ولی عرض میکنم چرا. ببینید، این رژیمی هستش، یک رژیم تروریستی که از ابتدای به حکومت رسیدنش گروگانگیری، تروریسم جز به اصطلاح دی ان ای و به اصطلاح بشره این رژیم هستش. در همونطور که گفته بودن که در اصطلاح در مدت همین رضایی گفته بود که ما اگر هر گروگانی بگیریم اینقدر دربارش میگه و اینقدر درآمد، این ابتدای به اصطلاح در کف قضیه بودش. خب ابتدا با این گروگانگیری و تروریسم
مسئله ما سفارت آمریکا رو داشتیم گروگانگر که با اونجا خمینی میخواست مسائل داخلی خودش رو در اون لحظه حل و فصل بکنه، مسئله سرکوب آزادی ها، بعد مسئله جنگ عراق بودش و همینطور میان جلوتر و تروریسم به اصطلاح الان به جای رسیده که وزارت خارجه رژیم در حقیقت بازوی سپاه و بازوی نیروی تروریستی قدس هستش. خود ظریف گفته بود مالکش اعظم که من هر هفته با اون قاسم سلیمانی معدوم جلسه داریم و وزارت خارجه در اختیار سلیمانی و نیروی قدس هستش. الان هم نگاه بکنید وزیر خارجه این رژیم افسر نیروی قدس که یک نیروی تروریستی هستش که در تمام اکثر کشورها تا اونجا که من میدونم به عنوان یک نیروی تروریستی شناخته شده. متاسفانه به خاطر سیاست مماشات غرب بیشتر دنبال پیشگیری هستش یا اینکه مهار کردن، ولی پیشگیری و مهار جوابگوی این قضیه نخواهد بود و تنها راه درست اتخاذ یک سیاست قاطع هستش در برابر رژیم، اینکه مزدوران رژیم رو و به اصطلاح ونگاه‌هایشون که تحت عناوین مختلف مسجد و خیریه و غیره این حرفا، مسجد هامبورگ به عنوان مثالی که از اینها بودش، اینها رو باید اخراج بکنن، این مراکز رو باید ببندن، باید به اصطلاح سفارتخانه‌های رژیم در این کشورها بسته بشه و به اصطلاح اون که این سفارتخانه‌ها سرپل‌های اطلاعاتیشون هستن. شاهد این مدعا هم همون جریان قضیه ویلپن و استفاده اون جنایتکار اسدالله اسدی هستش که به عنوان دبیر سفارت طراح این قضیه بودش، عامل این قضیه بودش. بنابراین پیشگیری و مهار یک سیاست قاطع، یک سیاست به اصطلاح شاید کارکردهایی داشته باشه ولی عملا هم در عمل ثابت شده که مسئله رو حل نمی‌کنه، بلکه جان شهروندان اروپایی و آمریکایی رو بیشتر هم در خطر قرار خواهد داد. کما اینکه رژیم دیدیم که در جریان سلمان رشدی، همینطور در جریان توطئه ترور آقای پومپئو و غیره، همه اینها عوامل مختلف شد در کشورهای از ملیت‌های مختلف هم هستن، اینها رو به کار گرفته، چه از عملیات بزرگ مثل جریانات ویلپن، چه از طرح‌هایی که توسط سلول‌های خفته یا سلول‌های خارجی ازشون استفاده میکنه، نیروهای تبهکاری که استفاده میکنه، باندهای تبهکار در این کشورها. این قضایا همچنان تا زمانی که رژیم ایران هستش این قضایا ادامه خواهد داشت. بنابراین ما امیدوار هستیم و تشویق میکنیم که کشورهای غربی یک سیاست قاطع اتخاذ بکنن، از کمک رساندن به رژیم، چه از کمک رساندن سیاسی و چه کمک منابع مالیش جلوگیری بکنن و لانه های جاسوسی و ترور این رژیم رو ببندن و نمایندگان اون رو از کشور اخراج بکنه. بله، انشالله که هرچه زودتر این موضوع اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزارم از شما آقای درویش، ممنونم از وقتی که گذاشتین و امشب در این برنامه همراه ما بودین. تشکر میکنم از وقتی که من دارید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.